الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سؤالي بود راجب حضرت مهدي عليه السلام یه جوابهایی داشتیم میدادیم. یکی اینکه میگن امام زمان همه رو میکشه درسته یا خیلی ها رو میکشه؟ گفتم که پیغمبر فرمود المهدی من ولدی، حضرت مهدی نسل منه. بعد خصوصیاتش گفت اسمش اسم منه، کنیش کنیه منه، بعد اون خلقش خلق منه، خلقش خلق منه، یعنی هم شکلش شکل منه پیغمبر فرمود، هم اخلاقش. وقت پیغمبر اخلاقش چی بود؟ رحمتا للعالمین. پس حضرت مهدی منشه رحمت خداست، جلوه رحمت خداست. بله، با افراد قلدر و زورگو که مانع گسترش حقن برخورد میکنه. شما اگر یه سیدی یا جوب آبی میخواد بره به یه مزرعه برسه، یه سنگی جلوش هست، خم میشه، سنگا رو میده دور میندازه، رفع مانع میکنه. خود باغبونای ما وقتی میان تو باغ ببینن این شاخه مزاحم باقی شاخه هاست، یا جلو راه رو گرفته سرش سر شاخه اومده تو کوچه را بند شده، یا تنه درخت مزاحمه، یا میواش اعصاب دردسره، رفع مزاحم درسته، رفع مزاحم درسته. یه حدیث دیگه هم هست که امام هادی امام دهم فرمود از من نسلی پیدا میشه که ادعی الی سبیلی، نسل من نسل امام هادی امام عسکری دیگه، این مال امام زمان نیست، مال امام عسکری. بعد میگه پسر امام عسکری حضرت مهدی، اون هم چنینه. امام هادی میگه، یعنی پدر بزرگ امام زمان، میگه نسل من کسی خروج میکنه که ادعی الی سبیلی، راه مرا به مردم نشون میده، والخازن العلمی، علمی هم که من دارم خزینش دست اوست. تا آخرش میگه که اسم چیه؟ الحسن، یعنی حسن عسکری. بعد فرمود و اکمل ذالک بابنه محمد المهدی. بعد از امام عسکری هم اکمل کامل میشه، یعنی امامت کامل میشه به شخصی که ابنه محمد المهدی. حدیث هم در کافیه جلد یک صفحه 527. امام هادی فرمود نسل من امام حسن عسکریه، و از امام حسن عسکری قصه امامت کامل میشه توسط حضرت مهدی، که اون هم بنابراین اخلاق پیغمبر و سیره پیغمبر همون سفارشاتی است که، یعنی بیام بگیم که تو قرآن به مردم گفته خود العفو، مردم ببخشید، اما خود امام زمان مردم نبخشه، یعنی امام زمان با آیه عمل نمیکنه. بعضی ها میگفتن صبر کنید امام زمان خودش بیاد درست کنه. خب پس تمام آیات امر معروف و نهی از منکر تعطیل بشه. این همه آیه داریم راجع به امر معروف، حالا چه کلمه امر معروف باشه؟ نه، گویا هم کلمه امر معروف نیست، ولی امر معروفه، مثل تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر سوره والعصر. سفارش به حق کن، اینم معروف کن. تواصوا بالصبر یعنی از عجله و زود تصمیم گرفتن دوری کن. بگیم صبر کنیم آقا امام زمان بیاد درست کنه، پس ما چه کاریم؟ نه، فقط شما بشین. انا هنا قاعدون، به موسی گفتن ما اینجا میشینیم، تو شهر فتنه است، برو فتنه رو بخواب و دعواتون رو بکنید، من امر که شد به ما بگو میام تو. اینا متن قرآنه که عرض کردم. بنابراین این جمله که میکشه بکش بکش نیست، اما موانع رو برمی‌داره.